از اون تو این فلاشه همه؟ بله بطرمش. خب خوبه چند نفر همه اومدن؟ خب تا کجا رسیده بودیم؟ فکر کنم ترکیبای یونی بودیم چی؟ آره دیگه همینا بودیم. یه دوره کنیم، یه مرور کنیم و بریم سر وقت قسمت بعدی. یه سری راستی، یه سری از این ترکیبای یونی رو بچه باید حفظ کنید، به درتون میخوره. رو برم پاورپوینت که بیاد جدولش میذارم. مثلا باید بدونید NO3 نیتراته، ظرفیتش هم منفی یکه. یا SO4 سولفاته، ظرفیتش منفی دوه یا دوه منفی. یا مثلا اوهاشه که جلسه قبل گفتیم دیگه، بازم بگید هستش شو. من یا تو ذهنم نیست. خب حالا چند تا دیگه هم هست که من یادم نیست. یه دونشون هستش که مثبت، حالا مثل استثناء میمونه، انهاش چاره فکر کنم درست میسرم. این مثبت آمونیوم بهش میگن. بقیهشون منفی هم. اون فسفات هم مثلا داریم، فسفات هم داریم. اینجا دارم فکر میکنم برم چیا یادم میاد چون زیاده. کلورات داریم بله. جان چهار تا کلورات داریم. کلور چند تا داریم؟ آره سیل او اینا رو میگی؟ سیل او چهار هم داشتیم درسته؟ خب حالا نمیگیم، جدول بیار که من چون یادم رفته. اینا رو باید حفظ کنید، مثل من نه حفظ نکنید ها، که یادتون بره. شما خوب حفظ کنید. من جدول این چیزه رو بیارم، بارها رو بیارم یا یون های ترکیب های یونی اون جدوله. بعد که اینا رو یاد بگیرید و حفظ کنید، اون وقت عناصر هم که میشناسید میتونید اینا رو با هم ترکیب کنید، ترکیب ها رو بسازید، فرمول نویسی کنید، همون چیزی که سال بعد میخونید. اینا ببینم فکر کنم صفحه بعد از اینه. اینا یون های تکاتومی بودن که خب اینا رو گفتیم چجوری حفظ میکنید دیگه. فلزات بر اساس شماره گروهشون، نافلزار هم که از هشتی کار میکنیم شماره گروهشون رو کم میکنیم به دست میاد. بعد این مونودیوتری هم گفتم بهتون، یعنی این عدد هم باید حفظ کنید چون توی به صلاح چی میگن میخواییم نام یک ترکیب رو بگیم اینا به درد میخواییم. مثلا میگیم دی اکسید کربن، دی یعنی دو تا اکسیژن، یا میگیم مونو اکسید کربن، مونو یعنی یک، یا میگیم تترا کلورید کربن یعنی چهار تا کلور با کربن ترکیب میشه، اینجوریه. خب پس این اسم هم یاد بگیریم که تا دهش یاد بگیریم به درد میخوره. پس غیر از اینا یه ده تا دیگه هم داریم که چهار تاش با اینا فرق میکنه، بقیه شبیهه. اونا با تو فصل سه به درد اون میخوره، مثلا مت، ات، متان، اتان، شنیدید دیگه؟ اونا هم باز به درد میخوره. اونا رو یکم جلوتر میگه. برو صفحه بعد منیسم بزن. خب این ترکیبات یونی بود. بزرگ کن منم ببینم چی نوشته. بچه این صفحه رو گفتیم بهتون یا نه؟ اگه گفتیم بگید، نگفتم من توضیح بدم. خیلی خب، پس اینو یه پسفند یه و دال که قرار بدیم میتونیم ترکیبات نافلزی رو بگیم. مثلا کلورید سدیم، کلور یه و دال بیاد میشه کلورید، فلورید یا فلورید رید، قدیما اینجوری گفتن، خیلی غلطه، فلورید قشنگ تره. پس با یه دونه یه و دال که بذاریم میتونیم این یون های تک اتمی رو نام ببریم، بعد بچسبونشون به فلز، میشه مثلا ترکیب، یه ترکیب میشه، یه ترکیب یونی. مثلا سدیم کلوراید رو شنیدید؟ کلورید سدیم قدیم میگفتن، الان میگن سدیم کلوراید. یعنی اول اسم فلز رو میارن، بعد اون یونه رو اسمش رو میارن، ترکیب به وجود میاد، سدیم فلورید.
و غیره. پس این خوندنا رو کم کم با هم یاد میگیریم که پسوند یه و دال میاد برای چی هستش. اینجا الان آجی داریم، نیتروژن داریم، ترکیب نقره و نیتروژن که اینم جلسه قبل گفتم براتون که میتونه ترکیب بشه. ظرفیت نیتروژن 3 منفیه، پس 3 تا الکترون میخواد. میاد از کی میگیره؟ از نقره میگیره. وقتی از نقره گرفت یعنی آجی 3 تاست. یه دونه هم N میذاریم. آجی 3 تاست. این 3 یعنی این. راستی یه چیزی میخواستم بگم. ما یه نماد شیمیایی داریم که همون جدول است، مربوط به عنصره. جدول تناوبی عناصر بود، یا یه حرفی هن یا دو حرفی هن. اگه دو حرفیه حرف دوم کوچیکه. این یک. یه فرمول شیمیایی داریم مال ترکیبه، فقط مال ترکیبه. چی هست؟ از ترکیب چند تا اتم یا عنصر به وجود میاد، یعنی چند تا نماد شیمیایی میان کنار هم. تو این قسمت ترکیبی که به وجود میاد ممکنه دو حرفی باشن. ببینید نماد شیمیایی یا یه حرفی هن یا دو حرفی هن. بیشتر هنوز نداریم، یعنی سه حرفی فعلا نداریم. اگه تو بعضی از جدول ها همچین چیزی میبینید، مثل میگم ها، فرض کن همچین چیزی میبینید، این یو اولش یعنی unknown، یعنی ناشناخته، هنوز خیلی شناخته شده نیست. پس اگه همچین دید این سه حرفی نیستن ها. این منظورش اینه. پس عنصرا حتماً حتماً نمادهای شیمیایی یا حرفی یا دو حرفی. ترکیبا یا دو حرفی یا بیشتر. دیگه کمتر نمیتونه باشه. چون ترکیب کمتر باشه یعنی چی؟ یعنی یه حرف. خب یه حرف که میشه یه عنصر. ترکیب میشه چند عنصر مختلف. دو یا چند عنصر مختلف. پس اگر همچین چیزی دیدیم ترکیبه. یا این الان ترکیبه. مونوکسید کربن. عدد بچه ها تو ترکیبات یک رو قرار نمیدن، یک رو نمی نویسن. پس اینجوری میشه. الان سه اوه ترکیبه، با این چه فرقی داره؟ این عنصره، این ترکیب. شکلشو نگاه کن، بعضی از حروف انگلیسی کوچیکشون از بزرگشون کاملا متفاوته. یعنی ای رو اینجوری بزرگ می نویسن، کوچیکش اینجوری، یا ای. اما بعضی از حروف مثل سی و او بزرگ کوچیکشون شبیه همه. برای همین وقتی بزرگ کوچیک رو نشون بدن اندازش رو کوچیک بزرگ میکنن. یعنی الان این او کوچیکه، این او کوچیک سی بزرگ، این میشه کوبالت، یعنی یه عنصره. ولی این سی و این او دوتا حرف بزرگن، این کربن، این اکسیژنه. عددم که یکه میشه مونوکسید کربن، یا کربن مونوکسید. یا این کا پتاسیمه، آی یوده، پتاسیم یودید، یا یودید پتاسیم. قدیم ما میگفتیم یودید پتاسیم، الان برعکس شده. اما سومیش چیه؟ سومیش هم بگم بعد بریم سر وقت جدول صفحه بعدمون. میتونی بزنی صفحه بعد شما، چون اینا گفتم بچه ها توضیح دادیم. اما سومیش معادله شیمیاییه. پارسال یه کوچولو خوندید معادله شیمیایی برای اینه که یک تغییر شیمیایی رو نشون بده، یه واکنش شیمیایی رو نشون بده. تغییر شیمیایی هم که سال قبل خوندید، تغییریه که وقتی انجام میشه ماده جدید به وجود میاد. یادمون باشه که تو تغییر شیمیایی مولکول عوض میشه اما اتم عوض نمیشه. یعنی مثلا پارسال آب اکسیژن رو تجزیه کردیم، این H2O2 آب اکسیژن است، تجزیه شد به آب و اکسیژن. خب الان این آب اکسیژن است، این فلش میدهد یا نتیجه میشود، میدهد میگن، این میشه آب، این میشه اکسیژن. خب الان یه واکنش، یک تغییر شیمیاییه.
اینی که این بالا مشکی نوشتم بهش میگن معادله شیمیایی، اینی که قرمز نوشتم میگن معادله نوشتاری. معادله نوشتاری رسمیت نداره، یعنی چیز مشخصی به ما نشون نمیده، چیزی به ما یاد نمیده. فارسی نوشته که این آقا تبدیل شده به این، از در این جهت فقط خوب، از این لحظه خوبه که فارسی میبینی میفهمی که چی به وجود اومده. اما که چه اتمی توش بوده و چه اتم تغییر کرده، موازنه کردنش چه جوری، اینا رو اصلا با معادله نوشتاری ما نمیتونیم، ولی با معادله شیمیایی میتونیم. حالا معادله شیمیایی ما بالا نوشتیم. طبق قانون پایستگی جرم، همینطور که میدونید، جرم فراورده و واکنش دهنده باید برابر باشه. این فلش رو میبینید سمت چپ میشه واکنش دهنده ها، جلوی فلش و سمت راست فلش هرچی ماده بود، هرچی ماده بود میشه فراورده. انرژی رو جزء فراورده حساب نمی کنیم، فراورده ماده است، انرژی هم ممکنه تولید کنه، خب میگیم گرماده، اون قضیهش فرق میکنه. پارسال خوندید گرماده و گرماگیر، یه سری واکنش ها گرما به محیط میدن، مثل سوختن شمع، سوختن سوخت ها. یه سری واکنش ها گرما از محیط میگیرن، مثل پختن غذا، غذا میخواد بپزه، گرما داره میگیره، از کجا؟ از اجاق گاز، از اون شعله. که اون انرژی هایی که تو این معادلات مینویسن منظورشون گرماده و گرماگیر بودنش. یعنی اگه شما مثلا تو واکنش دهنده اینجا نوشته بودن به علاوه انرژی، یعنی شما انرژی میدی تا این واکنش انجام بشه، میشه گرماگیر. اما اگه این بر نوشته بودن به علاوه انرژی، این میشه گرماده. پس انرژی جزء گرماده و گرماگیر میشه، جزء فراورده حسابش نمیکنی. و طبق قانون پایستگی جرم، جرم واکنش دهنده باید برابر با جرم فراورده باشه. هر چی این طرف داریم اون برام داشته باشیم. هر چقدر اتم در فراورده داریم، ببخشید در واکنش دهنده اول بنویسم، در واکنش دهنده داریم، در فراورده هم باید داشته باشیم. پس تعداد اتم ها تغییر نمی کنه تو یک معادله شیمیایی یا یک تغییر شیمیایی. نوع اتم تغییر نمی کنه، مولکول عوض میشه. یعنی H2O2 که آب اکسیژن است، خطرناکه، رنگ بره، توی خیاطی ها استفاده میکنه ازش. اصلا سال ششم فکر کنم خوندید دیگه، توی کاغذ سازی، برای اینکه کاغذ ها رنگشو مثلا سفید کنن، رنگ چوب رو سفید کنن، کاغذ سفید بشه، از آب اکسیژن استفاده میکنن. آب اکسیژن تو چشم بریزه کور میکنه، خورده بشه مجاری گوارشی رو داغون میکنه، دست بهش بزنی دستتون رو میسوزونه، این آب اکسیژن است. بعد که تجزیه میشه آب، میشه خوراکی، میشه اکسیژن، میسوزه، مولکول عوض شد. ولی اتم هیدروژن، اکسیژن، هیدروژن، اکسیژن رو داریم، پس نوع اتم عوض نشد. اما تعداد اتم هم نباید عوض بشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی تعداد اتم این برداریم ما داشته باشیم. اگر نبود باید موازنش کنید. موازنه، موازنه رو سال بعد میخونید. ولی الان بهتون بگم، موقع که موازنه میکنید میتونید از این ذرایب استفاده کنید. چند تا اتم این طرف، چند تا اتم اون طرف، مخرج مشترک بگیریم، نمیدونم این ضرب در اون، مثلا دو تا ضرب در یه عدد کنیم، تقسیم بر اون کنیم. یک از این کارا میشه کرد، یعنی با رابطه های ریاضی. اما راه آسون داره. حالا نیا کنید، من دونه دونه میخوام برم جلو، شاید اونجا رو نبینید. بزرگ این پایین می نویسم، همین فرمول این پایین می نویسم. هاش دو او دو می دهد هاش دو او به علاوه او دو. الان هیدروژنش رو نگاه میکنیم، این عدد یعنی چی؟ یعنی دو تا اتم هیدروژن. پس اینجا ما دو تا اتم هیدروژن داریم. میام این طرف تو فراورده، میام اینجا هم دو تا اتم هیدروژن داریم. پس فعلا مشکلی با هیدروژن نداریم، هرچی این ور هست اون ورم هست. بریم اکسیژن، این ور دو تا اتم اکسیژن داریم، این ور دو تا اتم اکسیژن داریم، یه دونه هم اینجا داریم. خب این کار خراب کرد.
شدوم از 3 تا، این شد 2 تا. حالا اینجا میام چیکار میکنم؟ میام تعدادا رو یکم عوض میکنم، میگم من بیام اینو 2 تاش کنم که روند بشه، 4 بشه. ما نیم نداریم تو عنصر، بگیم نصف عنصر، نصف اتم. ممکنه یه جایی شما 1/2 ببینید، 1/2 مثلا میگن O2، یعنی 1/2 O2 میشه 1 دونه اتم اکسیژن. نگاه کن اینجوری نگاه کن، 1/2 O2. بعض وقت ممکنه همچین چیزی ببینید، اگه دیدید این یعنی 1 اتم اکسیژن. حالا چرا اینجوری می‌نویسن؟ به خاطر اینکه ما اکسیژن به صورت تک اتمی تو دنیا نداریم. اکسیژن تنهایی نیست، اکسیژن همیشه یا به صورت O2ه، حالا یه حالت خاص داره O3 که اوزونه، و یا تو ترکیباته. تو ترکیبات میتونه باشه مثل H2O. شما اینجا یه دونه اکسیژن داری، ولی اکسیژن تکی نیست که دوتا هیدروژن به چسبیده. پس اگر همچین چیزی دیدید، به خاطر اینکه باید اکسیژن مولکولی نشون بدن، یعنی O2، حالا میخوام بگم یه دونه اتم اکسیژن تو این ترکیبه اینجوری نشونش بدم. 1/2 برای اینه. پس ما نصف اتم نداریم، نصف مولکول داریم. اون مولکوله، O2 مولکوله، نصفش میشه یه دونه اتم اکسیژن. پس اگر 1/2 دیدید منظور اینه، ولی ما نمیخوام 1/2 بذاریم الان، خب عددهای روند استفاده کنیم. خب 2 با چی میتونه ضرب و تقسیم بشه؟ 4 خوبه دیگه، نه 4. پس یه کاری کنم اکسیژن این بر 4 بشه تا مشکل اون برم حل بشه. برای اینکه این 4 بشه، برای اینکه این اکسیژن این بر 4 بشه، من میتونم اینو 2ش کنم، بگم 2 اتم اکسیژن. آیا میتونم یه 2 اینجا بذارم مشکلم رفع بشه؟ اینجا 2 بذارم، میگم آها 2 تا اکسیژن، اینجا هم 2 تا اکسیژن میشه 4 تا. بعد اینجا میام 4ش میکنم، حل میشه مشکل. میتونم مسلماً همینطور که حتما نوشتید. آفرین، فرمول داره. بله درسته خانم بگی. آخ اونم چشم. دیگه چی نوشتین؟ آی 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 کمرم درد میکنم، صبحش سنگین بلند کردم. خب داشتم میگفتم که آیا من میتونم اینجا 2 بذارم؟ بچه خیر، شما هیچ وقت نمیتونید تو یک ترکیب یه اتم بهش بچسبونید. یعنی الان H2 آبه، این آبه. وقتی من اینجا 2 بذارم، یعنی اومدم یه اتم اکسیژن چسبوندم به این مولکول، عوض کردم، ماده رو عوض کردم. پس این کار غلطه، من نمیتونم ماده رو عوض کنم، ولی میتونم تعداد مولکول ها رو زیاد کنم. یعنی الان آبه، بگم آقا یه مولکول آبه دیگه، میشه 2 تا مولکول آب. پس حالا میام اینجا 2 میذارم. وقتی 2 بذارم اینجا، این 2 میشه 2 تا مولکول آب دیگه. تو 2 تا مولکول آب من 2 تا اکسیژن دارم، 4 تا هیدروژن دارم. این 2 در این 2 ضرب میشه، این 2 در این 1 هم ضرب میشه. پس الان اتم من اکسیژن شد 2 تا، اینم که 2 تاست میشه با هم 4 تا. حالا میام این ور، اینجا چند تا اکسیژن داشتم؟ 2 تا. آیا میتونم این 2 رو 4ش کنم؟ گفتیم خیر، نمیتونیم اتم یه ترکیبیم اتم بهش بچسبونیم، مولکولمون عوض کنیم، نمیتونیم، غلطه. پس میام اینو 4ش کنم، چیکار میکنم؟ یه ضریب 2 اینجا میذارم. حالا این 2 تا میشه 4 تا، این 2 هم ضرب در 2 میشه، میشه 4 تا. پس الان 4 تا هیدروژن شد، 4 تا اکسیژن. ببینم این ور درسته، 2 2 تا 4 تا هیدروژن، 2 1 2 تا، بله به 2 تا هم 4 تا اکسیژن. حالا هر چی این ور دارم اون ورم دارم، این میشه موازنه کردن. که حالا رابطه های مختلف، فرمول های مختلف داره که خانم بیگی میخواد مثل که به ما بگه. پس من اضافه هاشو پاک کنم. آخ خانم بیگی، اون سوال قبلت هم که راجع به تری اوکتان بود، حالا من تو ذهنم نیست. کربوهیدرات ها رو میگم براتون، چشم.
حتما بفهم خواهم بگیم فصل سه میگیم شاید امروز بگم نمیدونم. خب خواهم بگید چی میخواستی بگید؟ بگو. سلام استاد خسته نباشید. سلام حالت خوبه؟ بگو عیزا. مرسی ممنون استاد. سوال من درباره این بود، شما تریو دیو منو اینا رو گفتید، بعد مثلا توی منو مثلا گفتید چند تا و اینا، بعد توی آلکان ها مثلا میگیم تری کنتان، بعد یعنی 30 تا کربن داره بعد 62 تا هیدروژن داره، این سش کجای کسم تری داره؟ ببین الان بزنم تو بزن یه نمونه مثال بزنم، یه نمونه مثال بزنم، الان اینو پاک کنم. نمیخوان عکس بگیرین یا ما توی کربوهیدرات ها از کلماتی مثل مت و ات استفاده میکنیم. مت میشه یک، ات میشه دو، پروپ میشه سه، بعد بوت میشه چهار، پنت میشه پنج و همینجور تا آخر. خب این اعداده که توی کربوهیدرات ها استفاده میکنیم. توی ترکیبات شیمیایی از کلماتی مثل مونو، دی، تری یا تره، بعد تترا، بعد از اینجا باید یه چیگه شبیه اون میشه، پنته، بعد پنتا به صلاح، بعد هگزو، بلان و فلا. پس اینا یه ذره با هم فرق میکنن. حالا کجا فرق میکنن؟ ایشون خانم بگی سوالی کرد، میخوام اونو بگم. ما یه چیزی داریم مثلا بوتان، یه گاز، یه گاز. من کماشو میگم خانم بگی که بدونین دیا از کجا میاد. بوتانه فرمولش اینه 3-4-18. بچه 3-4-18 یعنی چی؟ یعنی 4 اتم کربن با 10 تا اتم هیدروژن باید ترکیب بشن. خب بوتان رو چجوری میکشن؟ 4 تا اتم کربن رو میان اینجوری میکشن، پیوند بینشون کووالانسیه. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینها یه الکترون به اشتراک دارن میذارن. ما میدونیم که کربن عدد کربن عدد اتمی 6ه، یعنی لایه اول 2 لایه بعدی 4. چجوری پایدار میشه؟ 4 تا الکترون میخواد. و گفتیم کربن گروهیه که میتونه با خیلی از مواد پیوند کووالانسی برقرار کنه، بالاخص هیدروژن، بالاخص چون با هیدروژن میشه کربوهیدرات. حالا خود این کربوهیدرات ها دنیایی هن، میگم واقعا دنیایی هن. من خودم یه تیکش رو بلدم اما خیلیش رو بلد نیستم، اصلا یادم رفته. اینجوری بهتون میگم، پس کربن یه موجود عجیب غریبیه، یه عنصر عجیب غریبیه، ولی 4 تا نیاز داره تا پایدار بشه. الان نگاه کنید، این اتم کربن من مشکی دارم میکشم الکترونایی که میخواد به اشتراک بگذاره، 4 تا الکترون میخواد به اشتراک بگذاره. الان یه دونش رو داده به این کربن، این کربن هم باز مثل همین 4 تا میخواد به اشتراک بگذاره، این دوتا، این هم دوتا 4 تا، این کربن هم همینطور و در نشه این کربن. الان دایره هایی که من کشیدم، نقطه هایی که کشیدم، الکترون هایی که میخوام به اشتراک بذارم، الان این با این میخواد به اشتراک بذارم، من خطش میکنم. خط یادتونه دیگه، خط یعنی دو تا الکترون، یه دونه از این یه دونه از اون، این خط، این خط. پس بین کربن ها ما پیوند داریم، بین پیوند میگن یگانه، یعنی یک الکترون از این، الکترون از این میشه یگانه. حالا اینایی که اینجا هستن چی هن؟ خب اینا اتمیه که الکترون میخواد به اشتراک بذاره. با کی به اشتراک میذاره؟ مثلا میاد با هیدروژن به اشتراک میذاره، اینم با هیدروژن به اشتراک میذاره، اینم با هیدروژن، این یکی هم با هیدروژن. و همینجوری تمامشون میان با هیدروژن به اشتراک. میتونه با چیز دیگه هم به اشتراک بگذاره ها،
فعلا میخوایم با هیدروژنش رو بگیم. خیلی. حالا این نقطه ها رو به صورت چی در میارم؟ خط. هر کدوم از اینا میشن یک پیوند کوبالانسی یگانه. یعنی این این شد. یک، دو، سه و چهار. این خطایی که میگیم پیوند با هیدروژن ها. الان این شد سه هاش چهار. ببخشید. سه، چهار، چهار تا سه، ده تا هیدروژن. شد بوتان. الان فهمیدین متوجه شدین تا اینجا چی شد؟ داریم تا کربوهیدرات ها رو میگیم. یعنی سوالی که خانم بیگی کرد رو داریم توضیح میدیم. تا اینجا شد این. اما باز همینطور که خانم بیگی فکر کنم اون اولا گفت، ما یه چیزایی داریم بهشون میگن ایزومر. کدوم رو پاک کنم؟ اینو پاک میکنم. پس اسم این ماده من شد بوتان. اما یه چیزی داریم شبیه به همینه، یعنی 3 4 8 10. اما ساختار اتمیش با این فرق میکنه، ساختار مولکولیش به اصطلاح فرق میکنه. اینجوری مینویسنش، اینجوری. 4 تا کربن داره، 4 تا کربن. کربنه به جای که اینجا باشه اومده بالا. بعد هر کدومشون دوباره میخوان 4 تاییشن دیگه. الان این 4 تایی شد، این 4 تایی، این 4 تایی، اینم 4 تایی. به اینا چی میچسبه؟ هیدروژن. الان اینا رو میشماریم، 3 4 18. اینم 3 4 18، اینم 3 4 18. اما دیگه این بوتان نیست. این چیه؟ بچه سه های سه رو اینو میبینید، نیا کنید، اینه که قرمز دارم میکشم. این بهش میگن سه های سه. این سه های سه اومده این بالا چسبیده به این کربن. سه های سه به این میگن متیل. چی میگن؟ متیل. این کربن چندمی اولیه، این کربن چندمی دومیه. چون کربن دومیه میشه دی. رو کربن دوم چی نشسته؟ متیل. میشه دی متیل. حالا خود مادهمون چیه؟ نگاه کنید خود مادهمون چیه. اگه اینا رو میذاشتی بعدم میگفتم قشنگتر میفهمیدید. حالا ببینم بگم، باز اگه نفهمیدید تو فصل 3 باز کاملش میکنم. حالا این تو کربن دوم، کربن دوم دی، دی چی چسبیده؟ یه ماده به نام متیل، یعنی سه های سه چسبیده. حالا خود این چیه؟ این پایینیه سه سه هاش، این پایینیه چیه؟ این پایینیه سه سه که میگیم، سه چیه؟ پروپ، پروپ. بعد تو کربوهیدرات ها بهتون میگم که آلکان ها چی هن؟ پروپان، دیمتیل پروپان. این اسمشه، دیگه بوتان نیست. پس اون مادهایی که شما هم میگید همشون از این سیستما استفاده کردن. یعنی این دیایی که میاد، یعنی رو از کربن دومی یا تری میاد رو کربن سومی. حالا باز یکم جلوتر میریم دی و تری، یعنی هم رو دومی چسبیده هم رو سومی. چی چسبیده؟ متیل مثلا چسبیده. حالا باز یکم جلوتر میریم که فقط متیل نمیچسبه، ممکنه یه چیز دیگه بیاد اونجا بچسبه، یک ترکیب دیگه بچسبه اونجا. اون ترکیب خودش اسم داره. کجا چسبیده؟ رو اتم چهارم چسبیده، مثلا میشه تترا. اسم اون کربونه، اسم اون ترکیبه. ببخشید. پس خیلی گستردگی داره، خیلی داره، ولی این کلمات ازش استفاده میشه. اینا تو کربوهیدرات استفاده میشه. بگم الان اجازه میدیم بعدم بگم؟ بگم الان شما بگید. بگم الان یا اجازه داریم بعدن از فصل 3 بگم؟ بگم الان چی میگم؟ بگم یا نگم؟ الان بگم یا بعدن بگم؟ چون فصل 3 بقیه هم بگید، هر کی بیشتر رای بیاره. دموکراسی رو. آره دموکراسی اینجا. بعدن بگیم بهتر بفهمیم. خب آها باریکالله، این فکر بنده، منم خودم موافقم. بچه فعلا پنجه خان نامور شما هم دیگه یه نفر دیگه میمونه. بعدن بگیم خانم بگیم مجبوریم بعدن به خدا بعدن بگیم بهتره. من خودم هم موافقم بعدن بگم.
چرا؟ چون آدم وقتی از ریشه شروع میکنه پله پله میره بالا بهتر یاد میگیره. اگر اینکه من از قبل بلد باشم مثل شما. تو من که بلد نیستم شما. خب مثلا جان بزن ببینیم چیه. پس این یه خلاصه بود از اون چیزی که گفتید. یعنی دی و مت و این حرف از کجا میاد. ولی جلسه بدن. فصل 3 کامل براتون. پس پاک میکنم. چی اومد میسم؟ درسته دیگه؟ یونهای چند اتمی؟ پس یونهای چند اتمی بزرگ درشش میکنی؟ چند تا اتم مختلف به هم میچسبن یک ترکیب یونی رو ایجاد میکنن که ممکنه آنیون باشه ممکنه کاتیون. اکثرشون آنیون هم یه دونم کاتیون داریم. بزن نیترات سولفات فسفات پو 4 من پو 3 نوشتم ظرفیت 3 میکنم پو 3 پو 4 سولفات و فسفات درست است 4 رو که درست نوشتم حالا یادم میاد اگه باشه اینه پرمنگنات پتاسیم شنیدین بچه‌ها پرمنگنات پتاسیم حتما شنیدید چون تو اگر آزمایشگاه رفتید که امکان نداره نشنیده باشی یه ماده بنفش وقتی میندازیم تو آب قشنگ حل میشه رنگ سرخابی خیلی خوشگل ایجاد میکنه این پرمنگناته کنارش فلز بچسبونیم مثل پتاسیم میشه پرمنگنات پتاسیم ظرفیتش منفی 1 پس اینجا MnO4 رو من مینویسم منفی 1 ظرفیتشه اسمش از پرمنگنات خب حالا این پرمنگنات که ظرفیتشه که منفیه پس الکترون میخواد الکترونش از کی میگیره؟ میره از یه فلز گروه 1 میگیره. وقتی از فلز گروه 1 گرفت، فلز گروه 1 مثلا یکی از معروف‌تریناش پتاسیمه. وقتی پتاسیم چسبید به این، یه دونه پتاسیم بیشتر نیاز نداره. یه دونه پتاسیم بیشتر نیاز نداره. چرا؟ چون پتاسیم گروه 1 ظرفیتش 1ه. ظرفیت 1 مثبته. و این 1 مثبت میتونه منفی اینو چیکار کنه؟ خنسا کنه. بچه راستی پرمنگنات عکسش تو کتابتون هست الان یادم افتاد یه دونه شیشون بالا کشیده بعد یه مایه‌ای داره اون یه ماده‌ای داره اون تو حل میشه اون پرمنگناته که یک ترکیب یونیه که همونجا که داشت ترکیبات یونی رو میگفت عکسش هم بغلشه که ترکیبات یونی چه ویژگی دارن الان این فلزه این یک ترکیب نافلزیه فلز با نافلز ترکیبشه میشه ترکیب یونی درسته؟ گفتیم پتاسیم گروه 1 ظرفیتشه که مثبته. MnO4 پرمنگنات ظرفیتشه که منفیه. پس این دوتا میتونن دیگر خونسا کنن. یک پتاسیم بیشتر نیاز نداره. حالا اگه همین منگنات MnO4 بخواد با منیزیم ترکیب شه. فرض کنیم میخواد با منیزیم ترکیب شه. منیزیم گروه چنده؟ 2 و ظرفیتش چنده؟ 2 مثبت. منگنات منفی 1. آیا میتونن با هم ترکیب شن؟ اگه میشن دست بلند کن. اگه هم نمیشن اون پایین بنویسید خیر. نوشتن بله. نه این مال سوال قبلی. آها سوال قبلی. سوال قبلی چی بود؟ اصلا یادم نیست. مثلا که گفتید پی او 4 نوشتم پی او 3 مثلا چرا؟ هر کم از دوستان میخوام صحبت کنم چی پرسیدم؟ الان پرسیدم که با ام جی منگنات ام جی ترکیب میخواد بشه میتونه یا نه؟ آره کی نوشته؟ من به این بکنم خیلی من این که ام ان او دوتا بشه یا حرفیست؟ من شوشتری گفتن نمیشه هم نامور هم کیامنش هم اگه شما نامور هم گفتن خیلی کس دیگه نمونده؟ خیلی دوتاتون گفتین خیلی که تون گفتید خیر شاید بشه خیر شاید بشه قشنگ تره شرط هم داره شرطش هم گفتی منیزم اگه دوباره مصفت نیست مگه این یه دونه نیست پس یه دونه دیگه از این یه دونه دیگه منگنات بیاد حالا میشه دو منفی دو مصفت هم دیگر خونسا میکنن حالا اینه چجوری بنویسم؟ MG
ام ان او 4 توی پرانتز یه دو میذارم. کجا این همچین چیزی گفته بودیم؟ یادتون هست اوهاشو؟ اوهاش منفی بود. با سدیم که گروه یک بود میشد اناهاش. اما اگه میخواست با منیزیم گروه دو ترکیب بشه دیگه اوهاشش بعد میشد دو مرتبه. یا با کلسیوم ترکیبش کردیم. بکنم کلسیوم ترکیب کردیم. پس دوی که اینجا میاد میگه دو تا امنو چهار با منیزیم ترکیب بشه. پس اگه آلومینیوم بیاد آلومینیوم ظرفیتش 3. پس باید حتما امنو چهار چی باشه؟ 3 تا باشه. تا بتونن یک ترکیب یونی ایجاد کنن. حالا ممکنه همچین ترکیبات ما نداشته باشیم. تو شیمی داریم میسازیم، تو فرمول، تو مثلا رو کاغذ داریم میسازیم. اگر بسازیم اینجوری باید بسازیم. ظرفیت آلومینیوم میره اینجا، ظرفیت منو چار که یک بود میاد اینجا. یک هم که گفتیم نمی نویسیم. یادتون باشه ظرفیت ها اینجوری جاشون چی میشه؟ تغییر میکنه. این میره برای اون، ظرفیتون میاد برای این. یکی دیگه از اونها چی بود؟ آمونیوم بود؟ آها، آمونیوم همون که مثبته، استثناءه. این انهای چار مثبته. تنها مثبتی هم که داریم همینه. پس این ترکیباتی که ما الان داریم، PO4 ظرفیتش 3. PO4 درسته؟ ظرفیت 3 منفیه. خب این PO4 ظرفیت 3 منفی رو با چی ترکیب کنیم؟ شما بگید. میخوام این ترکیب یونی رو که ظرفیتش 3 منفیه، ترکیب یونیه دیگه، میخوام با یه فلزی ترکیب کنم. چه فلزی رو پیشنهاد میدید اول؟ دیگه کی چی گفته؟ بگید لطفا با چی پیشنهاد میدی؟ خانم نامور پیشنهاد دادن، پیشنهاد خیلی خوبی بود. میبینن بچه ها پیشنهاد هم دیگه رو نبینید دیگه؟ پیشنهاد هم دیگه نبینید. خیلی خوبه. بله گروه 3. با گروه 3 خیلی راحت ترکیب میشه مثل آلومینیوم. آلومینیوم مثبت 3، فسفات ما هم که منفی 3، پس هم دیگه رو خنسا میکنن میشه آلومینیوم فسفات. حالا بریم با یه گروه دیگه ترکیبش کنیم. بیام اینو با گروه 1 ترکیب کنیم. ترکیب کنید، فرمول بنویسید ببینم. بعد یه گروهی بیام با گروه 2 ترکیبش کنم. با گروه 2 هم ترکیبش کنید. دونه دونه، اول با گروه 1 بعد با گروه 2. یه عنصر از گروه 1 انتخاب کن. همش شیشتری بس کن. سلام. خوبی خانم شیشتری؟ بگو. من خب گفتم هیدروژن، اگه هیدروژن باشه میشه هیدروژن. اگه یاد باشه نافلزی بود که تو گروه فلزات بود، استثناء بود. ممکنه با هیدروژن هم بتونیم اسید بسازیم، ولی فعلا هیدروژن نه. با سدیم بگو. خب با سدیم، سدیم که 11، سدیم 11 بود و یه دونه میخواستیم. یه دونه باید با اینجا ما 3 تا داریم، یعنی 3 تا باید داشته باشیم که بتونیم پروفشو کامل کنیم. پس میشه NA3 اگه اشتباه نکنم. NA3 رو خیلی خوب اومدی. PO4 بله درسته. بچه نیا کنید، ظرفیت 3 فسفات اومد برای سدیم، ظرفیت 1 سدیم رفت برای این، پس شد NA3PO4. یعنی PO4 که میخواد ترکیب شه 3 تا سدیم باید اون الکترون مورد نیاز PO4 رو بهش بدن. یکی با گروه 2 وصل شه. مرسی خانم شیشتری. خانم نامور وصل شو، با گروه 2 ترکیبش کن. بفهم خانم نامور
سلام استاد، خسته نباشید. سلام، چطوری؟ بگو دخترم. میتونیم از منیزیم استفاده کنیم و از بوتا خب نمیشه مثلا دوتا از پی او چهارا استفاده کرد و سه تا منیزیم. آفرین. میگه که بیایم دو تا پی او 4 استفاده کنیم، سه تا منیزیم، چون سه تا منیزیم رو دو تا الکترون میخوام بدن، میشه 6 تا. این ضریب 3، پس اگه یه دونه دیگه بیاریم اینم میشه 6 تا. پس این حالا 6 تا با 6 تا هم دیگه رو خنثا میکنن. کاملا درسته. ضریب 2 دیگه ظرفیتش میده به اون منیزیم که ظرفیتش 2 میده به فسفات. میگه فسفات تو دو تا بیا. فسفات ظرفیتش 3، میگه منیزیم شما 3 تا بیایید. پس فرمولش هم بگو خانم نامور چی بنویسم؟ سه ام جی دو پی او چار. یه بار دیگه نگاه کن، ام جی چند؟ سه تا دیگه. سه تا؟ منظرت من نشدیدم. بله بله. خب پی او چار چند تا؟ اونم دوتا. دوتاشو چجوری نشون بدم؟ یه دو قبلش اینجا؟ بله بله. نه 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 تو پرانتز بذاریمش. آره. پرانتز بذاریم که بگیم دوتا په و چهار. مرسی. یکی دیگه هم بگیم و خانم بگی بگی. خانم بگی میخوام سولفاتو بگیم. اس او چهار. چرا اتفاقا میشه، ولی معمولا همیشه سعی میکنیم کمترین استفاده کنیم. مثل مخرج مشترک هست به چی بمیمیم که میمیم بود بمیمیم. آره اون که عدد کمه را استفاده میکنیم کمیمیم بود. حالا من کمیمیم بمیمیش یادم نیست، ولی اون کمتره را استفاده میکنیم. میتونیم زیادتر هم استفاده کنیم، مثلا اسراف کنیم، شدنیه. ولی یه چیزی هست، بعضی اوقات این ضریبا رو مثلا همین که خانم بیگی گفت ام جی 6 پی او 4 4 این ساده میکنن به دو. کوچیک‌تر رو استانداردش اینه، رسمش اینه، کوچیک‌تر رو می‌نویسن، یعنی ام جی 3 پی او 4 2. پس یه چیزی استاندارده که باید اون رو رعایت کنیم، وگرنه شدنی. من ندیدم تا حالا، دروغ چرا، من ندیدم کسی بنویسه ام جی 6، یعنی اصلا مثل که انگار شاید اصلا غلط باشه، اصلا از ترکیبی غلط باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اتفاقا گوش بدیم، خوب شد گفتی خواهم بگی، اصلا نمیتونیم از نظر اصولی غلطه. چرا؟ چون وقتی من اینجوری می نویسم یعنی 6 تا اتم منیزیم رو باید بچسبونم به 4 تا فسفات، مثلا فرض کن اینجوری ها، یعنی همچین چیزی بسازم. همچین مولکولی نداریم، پس نمیشه. آره نمیشه، اصلا میگیم نمیشه. عددی میشه، رو کاغذ میشه، ولی واقعی نه. آره اینجوری بهتره، واقعی نمیشه. خب چون مولکول عوض میشه، وقتی مولکول عوض بشه ماده عوض میشه. یه سوال میخواستم بپرسم، چی بود؟ سولفات بود؟ سولفات فکر کنم بود. آره سولفات بود. اس او 4 خانم بگی با گروه 3 بساز. با گروه 3 کنم اینا رو. واسه شو بگو. بله بفرم. استاد من مثلا نمیدونم برای چه هستی میکنم این بزرگترا در میاد، اون کوچیکا نمیشه. بعد های ساده بکنم. الان SO4 -2 دیگه، دو تا میخواد، درسته؟ بله.
بعد گفتید با گروه سوم مثلا میتونیم با بور بکنیم. بورم میدونی که شبه فلزه، میشه. پس آلومینیوم. آلومینیوم قشنگ‌تره، بهتر فلزتره. ما معمولا با فلزات میام میسازیم. ولی خب بورم میتونه، بعضی وقت بور یه ترکیبات ایجاد میکنه. ولی شما اون که مطمئنیم رو بگیم، آلومینیوم. خب الان آلومینیوم سه تا میخواد بده، اونم میخواد بگیره دیگه. اگه ما دو تا آلومینیوم و سه تا سولفات داشته باشیم میشه؟ بله دیگه، کوچیکه کوچیکشه کردم. کاملا درسته، کوچکترین نشه. فرمولشو بگو بنویسم. خب اول فلز رو بنویسیم که دو AL بعد سه او چهار پرانتز اونجا بنویسیم سه. آفره. آل دو اس او چهار سه مرتبه اینجوری میخونن. آل دو اس او چهار سه مرتبه که معلوم میشه سه تا اس او چهار با دو تا آلومینیوم ترکیب شده. ظرفیت سه آلومینیوم رفت اینجا، ظرفیت دو سولفات اومد اینجا. بزن بعدی. آخ، حالا این ترکیباتی که یکی از شما با هیدروژن بستید، هیدروژن وقتی میاد با اینا ترکیب میشه مثلا اسید میسازه. بذار یکیشو بگم. آقا همین اسو چهار دم دستمونه، میاد با هیدروژن ترکیب میشه گروه یک، ظرفیتش دوه، پس باید بده به هیدروژن. یعنی اینجا دو هیدروژن ظرفیتش یکی میده به این هاش دو اسو چهار میسازه. الان هاش دو اسو چهاری که ساخته شد اسمش از اسید سولفوریک یا سولفوریک اسید. پس با هیدروژن وقتی بسازن اسید میسازن، مثلا NO3. آی مثلا اون صبح مجبور شدم این پکیج رو بلند کنم، کمرم گرفته. NO3 نیتراته، ظرفیتش منفی یکه، میخواد با هیدروژن ترکیب شه. هیدروژن میاد، هیدروژن ظرفیتش یکه، NO3 هم ظرفیتش یکه، یکا رو نمی نویسیم، این هم که هم دیگر خونسا میکنم، میشه HNO3. HNO3 هم اسیده، نیتریک اسید یا اسید نیتریک. اینم از این. پس هیدروژن اگه به اینا بچسبه میتونه اسید بسازه. کلن هیدروژن به یک نافلز گروه 7 بچسبه اسیدهای قوی میسازه. مثلا هیدروژن بچسبه به F. F فلوره دیگه، گروه 7ه. گروه 7 که هستش ظرفیتش یک منفیه. هیدروژن بهش بچسبه با ظرفیت یک مثبت میشه HF. HF میشه فلوریک اسید، یک اسید خیلی قوی. اونقدر این اسید قویه که شیشه رو حل میکنه. به کلور هم بچسبونیم، خیالمون راحت کنیم دیگه. به کلور شما بچسبونید، هیدروژن رو بچسبونیم به کلور، به من بگید چی میسازه. میتونید دست بلند کنید توضیح هم بدید. به کلور، هیدروژن رو به کلور. هیدروژن رو به کلور بچسبونید. چسبوندن؟ هیدروکلورید. یه چیزی جا افتاده، هیدروکلورید چی؟ خانم شیش دقیقه، خانم نامورم بفهم. بله درسته خانم شیش دقیقه. اسم دیگه‌اش هم میدونید بچه ها؟ این هیدروکلوریک اسیدی که میگید اسم دیگه‌اش چیه؟ اسم دیگه‌اش؟ اسم دیگه‌اش که تو کتاب‌های قدیمی اومده اینه، اسید کلوریدریک. یه اسم دیگه هم داره که خیلی قدیم هست، زمان ایران باستان. نه ایران باستان نه، زمان ایران دوران اسلامی، مثلا قرن 3 و 4. اون موقع بهش چی میگفتن؟ آها نوشتم، باریکلا. آفرین، جوهر نمک. این جوهر نمک همینه. چرا حالا اسمشو گذاشتن جوهر نمک اگه گفتید؟
و اسید نیتریک میگن جوهر شوره، و اسید سولفوریک میگن جوهر گوگرد. اسید سولفوریک هم اولین بار جابر ابن حیان ساخت، کاشفش بود. بس حالا اینو چرا میگن جوهر نمک؟ میدونی که جوهر نمک هم توی دستشویی میریزن که پاک کنن دستشویی رو، اگه گیر کرده مثلا میریزن که پاک شه، باز شه. مثلا چی نمشته؟ قشنگتر یک کوچولو از نمک به دست اومده. نه ولی نمک درست میکنه. باش حالا چجوری؟ نگاه کنید، این مطلب خارج از این سیستمه، مجبورم علی بگم. پارسال شاگرد من نبودید، درسته؟ پس اینو الان بگم بهتون. هیدروژن عامل اسیدی، اوهاش عامل بازی. یعنی هیدروژن به علاوه یک نافلز میشه اسید، اوهاش به علاوه فلز میشه باز. الان یک باز قوی، این اسید قوی، این تقریبا یک، این تقریبا 14. چیشون؟ پهاششون، درسته؟ حالا اسیدها و بازها میتونن با هم ترکیب بشن، اسیدها و بازها میتونن ترکیب بشن. سال هشتم شما جوشش شیرین به علاوه اسیدهای موجود در قرص جوشان رو خوندید. کی یادشه چی به وجود میآورد؟ جوشش شیرین به علاوه اسیدهای موجود در قرص جوشان چی به وجود میآورد؟ یادتون هست؟ کسی هاش دست بیارم بالا، دست بیارم بالا دیگه. چی خواهم بگی؟ درسته؟ یکیش آفرین آفرین کربن دی اکسید نمک بود، یادتون هست؟ حالا اون اسید به علاوه باز میدهد نمک به علاوه آب. کربن دی اکسیدش کو؟ شرط داره کربن دی اکسیدش. وقتی اسید به علاوه باز به اصطلاح اکسیژن دار باشه، باز کربن دار باشه، اینجوری بگم بهتره، یعنی بازش خاص باید باشه، مثل جوش شیرین باشه، اون وقت نمک میده، آب میده، کربن دی اکسید هم میده. کتابتون پارسال آبو ننوشته بود. چرا؟ چون ممکنه قرص جوشان خشک باشه، بعد که خشک باشه با جوش شیرین اصلا ترکیب واکنش نمیده. اسیدا معمولا آب دارن، یه ذره آب دارن. ما اسید سولفوریکی که تو آزمایشگاه داریم 99%، یعنی بقیه‌اش حتما آب داره. ولی حالا منظور اینه که وقتی یه اسید باز ترکیب میشن آب رو به وجود میاره، اگر هم خوش باشن اصلا ترکیب نمیشه. آب میتونه نقش کاتالیزگر تون واکنش ایفا کنه. کاتالیزگر یادتونه دیگه، یعنی شما قرص جوشان رو بنداز تو جوش شیرین، یا اصلا یه قرص جوشان همینجور نگه دار، چون تو قرص جوشان بچه ها هم اسید هست هم باز، تو قرص جوشان ها که وقتی میندازیش تو آب شروع میکنه واکنش دادن. آب چی کار داره میکنه؟ آب داره هولش میده. بچه نوشتن؟ آب داره حالش میده، میگه سرعت زیاد کن، سرعت واکنش زیاد کنه. آخر سرم خود آب میمونه. چی موند؟ قرص جوشان انداختی تو آب، رنگشه، ترشیشه، گازش که زد بیرون، و حتما هم ماده نمکی که تو آب حل شده. شما قرص جوشان تو آب نندازید واکنش نمیده. اصلا قرص جوشان دیدید درشو؟ رو درش چی هست؟ درشو تالا تکون دادین؟ بگی ببینم تو اون دره چیه؟ ظرف قرص جوشان در نظر بگیر، درش الان باز کردم، میخوام قرص جوشان بزنم تو آب، تو این درش رو تکون دادی تا حالا؟ صدا من میاد؟ پس بلند کنید. آه صدا میاد. تکون دادی نه دادی؟ نه دادی. خبار کلا نمیدونم چه، خیلی کلمه قشنگی آفرین. تا
تکون دادیم. و چون که تکون میده یه ماده است. مادهش هم رطوبت رو جذب میکنه. چرا؟ که وقتی درش رو باز میکنید رطوبت میده توی ظرف قرص جوشان، بخارا به آشپزخونه مثلا میره تو اون. میره تو اون در رو میبندی، اون رطوبت قرص جوشان تو خراب نکنه. باش واکنش نده. بعد قرص جوشان رو در بیاری بینید یکمش چسبیده، یه رنگش عوض شده. تو اون ماده ای هست که رطوبت رو جذب میکنه. اون ماده خیلی هم برای بعضی جا به درد میخوره. بعضی از وسایل الکترونیک که میان، وسایل الکترونیکی که نباید رطوبت بهشون برسه، ممکنه زنگ بزنن یا سیستم رو به هم بریزن، اگه بسته رو باز کنیم میبینید توش کیسه هایی هست. کیسه ها توش دونه هاییه. اون دونه ها رطوبت توی مخزن رو جذب میکنن، تو پک و بسته ها جذب میکنن. خب پس آب باعث ایجاد واکنش قرص جوشان میشه، یه کاتالیزگره. حالا من میخوام اینا رو ترکیب کنم ببینم چه اتفاقی میفته. عامل اسید هیدروژن بود، وقتی با نافلز ترکیب شد اسید شد. عامل بازی اوهاش بود، وقتی با فلز ترکیب شد باز ایجاد کرد. حالا میخوام اسید باز رو با هم ترکیب کنم. این اکسیژن دان کربن داره قشنگتره. اکسیژن که حتما داره باز. اوهاش دیگه، او اکسیژن داره دیگه. کربن دار. جوش شیرین کربن داره. مثلا فرمول جوش شیرین چی بود؟ NaH OH ببین چی بود فرمولش، من یادم رفت. NaH CO3. آها این بود. بیکربنات هیدروژن. جانم کسی چیز داره میگه؟ خب یه دونه اسید میام HCl، جوهر نمک اسید کلوریدریک یا هیپوکلورید اسید، با یه باز قوی NaOH ترکیب میکنم. وقتی این دوتا رو ترکیب میکنم، تغییر شیمیایی که پارسال خوندیده، این یه نوع تغییر شیمیایی به نام جانشینی دوگانه. چه اتفاقی میفته؟ هیدروژن گروه یک نیست، سدیم هم گروه یکه، یعنی جفتشون تو گروه اول فلزات هستن. میتونن جاشون عوض کنن، یعنی هیدروژن بره جای Na بشینه، Na بیاد جای هاش بشینه، جای همدیگه جانشینی. چون دوبار این اتفاق میفته میگیم دوگانه، یعنی Cl سر جاش نشسته، OH هم سر جاشه. پس چه اتفاقی افتاد؟ هاش اومد جای Na، Na اینجاست، هاش میاد جای Na، Na میره جای هاش. الان این ساخته شد. NaCl الان همه تون میدونید این چیه؟ نمک، نمک خوراکی. هاش او هاش چیه؟ همون هاش دوه، یعنی آب. پس آب ساخت و نمک، آب و نمک، باز و اسید، آب و نمک ساختن. حالا فهمیدید چرا با HCl میگن جوهر نمک؟ چون نمک میسازه، نمک خوراکی هم میسازه. اگر مقدارهایی که استفاده میکنیم دقیق باشه، یعنی مثلا 36 گرم 36 و نیم گرم اسید کلوریک رو بیاییم با 40 گرم 23 و 16 و 40 گرم هیدروکسید سدیم ترکیب کنیم، کاملا نمکش و بازش رو میشه، آبش رو میشه خورد. یعنی الان 11 بله 23 به علاوه 35 نیم چند میشه؟ 8 نیم، ها؟ 58 نیم. این هم که 16 میشه 18. 18 گرم آب میده، 58 نیم گرم نمک میده، 40 گرم باز بوده، 36 نیم گرم، این باید با اون برابر باشه. طبق قانون پایستگی جرم. اگر ما دقیق مواد بریزیم رو هم، دقیقا نمک و آب ساخته میشه و میشه خورد. ولی ما تو آزمایشگاه اسیدو میریزیم، بازم میریزیم، واکنش میده، میگیم این نمک و آبه، دیگه نمیشه خورد. ممکنه یه ذره اسید بیشتر باشه، ممکنه یه ذره باز بیشتر باشه. بعضی اوقات شما یه ذره ماده رو بیشتر و کمتر بریزی، اون ماده که بیشتر ریختی تو ظرف میمونه. بعد بعضی اوقات وقتی بیشتر بریزی اصلا واکنش انجام نمیشه، یه چیز دیگه میشه. برای همین میگن
تو آزمایشگاه هایی که دقیق میخوان انجام بدن ترازوهای دقیق دارن، ترازوهای دیجیتالی دقیق که تا 0.1 گرم و 0.01 گرم و حتی 0.001 گرم نشون میدن. ما یه دستگاه داشتیم تو جایی که کار میکردم 0.01 گرم رو نشون میداد، تقریبش این بود. بعد ظرف آبو که میذاشتیم روی این ترازو، من خودم بار اول که دیدم شاخ در آوردم. بعد میدم این عدده هی کم میشه، 10,000 کم میشه، باورم نمیشه. میگفتم به چی خراب دستگاه؟ بعد فهمیدم تبخیر آبو نشون میده، یعنی آبی که از سطح این مایع میاد بیرون نشون میداد، انقدر حساس بود. خیلی چیز جالبی بود اون دستگاه. خب پس این اولیش شد، یعنی اسید به علاوه باز میده نمک آب. CO2 کو؟ ما کربن نداریم که بخواد CO2 بده. شما الان اینجا کربن میبینی؟ نه، این کربنه، نخه این کلوره، کربن نیست. این هم که نمک آخر. ولی اگه باز من کربن داشت حالا CO2 میده، مثل جوش شیرین. Na2H3O3 جوش شیرینه. آها خب سوال خوبیه. عدد جرمی رو شما خوندید سال قبل، این عدد جرمی عناصر مشخصه، مال هیدروژن 1. عدد جرمی کلور 35.5. چرا حالا عدد جرمی نگیم، میگیم جرم مولکولی بهتره، جرم مولکولی بهتره. حالا 35.5 از کجا آمده؟ یادتونه بازم پارسال خوندی عناصر ایزوتوپ های مختلف دارن، ایزوتوپ های مختلف رو با درصدی که تو طبیعت هستن توی فرمول قرار میدن. ایزوتوپ های مختلف عدد جرمی هاشون رو با هم جمع میکنن با درصدی که وجود، مثلا میگن این 70%، اون 60%، اینا توی فرمول قرار میدن. اگه خواستی جلسه بعد براتون میگم. باشه، این فرمولشون. بعد که قرار دادن یه عدد به دست میاد، عددش مثلا برای کلور شده 35.5. مال هیدروژن 1. اگه تو جدول نگاه کنید اعشار دارن، مثلا 1.3. وقتی 0.3 رو دیگه حساب نمیکنن چون خیلی کمه، ولی 35.5 رو حساب میکنن چون نیمه. عدد جرمی نیست، جرم مولکولی، اینجوری بگیم بهتره، یا جرم اتمی به اصطلاح. پس تو جدول ها 35.5 اگه نوشتن جرم کلوره. سدیم 23، اکسیژن 16، هیدروژن باز 1. حالا اینا رو که جمع کنم میشه 40، اینا رو جمع کنم میشه 36.5. حالا اون بر از کجا آمد؟ باز این 23 به علاوه 35.5، این 1 به علاوه 16 به علاوه 1. اینجوری حساب میکنم. متوجه شدی؟ اتفاقا سال بعد فکر کنم خیلی به درتون بخوره. فکر کنم. آره فکر کنم. خب بریم اینجا. جوش شیرین کربن داره. میایم با یه اسید ترکیبش میکنیم. چه اسیدی بریزیم؟ یه اسید معمولی میریزیم دیگه. همین H3 خودمون کافیه. وقتی این دوتا رو با هم ترکیب کنیم حتما CO2 میده، حتما یه نمک میده که الان کلور توشه، یعنی NaCl حتما میده، گاز هم میتونه، هیدروژن هم حتی تولید کنه، آب هم ممکنه تولید کنه. ببین آب میتونه تولید کنه؟ بله آب هم میتونه تولید کنه. نمک اینم که NaCl. ببینیم درسته یا نه. موازنه. سدیم یک، کلور یک، هیدروژن 1 و 1 2، هیدروژن 2، اکسیژن 3، 2 و 1 3، همه‌شو داره، کربن یک، یعنی موازنه است. یعنی هر چی برداریم اونورم داریم. یعنی بر اثر ترکیب جوش شیرین با اسید کربن دی اکسید داد، نمک هم داد. گفتم آب تو کتابتون ننوشته بود چون ما رو قرص جوشان رو میخواسته بگه. کاش آب هم مینوشت بهتر بود. پارسا رو میگه. بریم جلوتر. میخواین یادداشت کنید اینو یا عکس بگیرید؟
بگیرید. چی نوشتم ببینم؟ آخ ببخشی بچه، من کمرم درد گرفته. هفت و هفت، آها اون هفت و هفت نسبته. بذم اینم بگم، خوب شد باز پرس. این عکس بگیرم میخوام پاک کنم. بله نسبت شما پاک کنم. بله یعنی ما گاهی اوقات نمیخوایم 50 گرم این ماده را استفاده کنیم، با یه نسبتی کمش میکنیم. آهن و گوگرد رو مثال میزنم که رنده. آهن به علاوه گوگرد میدهد سولفید آهن یا آهن سولفید. این 56ه، این 32ه، عدد جرمیشون ها، این میشه 88. حالا من نمیخوام 88 گرم تولید کنم یا 56 گرم آهن بریزم، میام با یه نسبتی کمش میکنم. مثلا مینویسم نسبت چند کم کنم؟ 7. یعنی تقسیم بر 8ش کردم. اینم تقسیم بر 8 میکنم میشه 4. اینم خودش تقسیم بر 8 میشه، میشه 11. 7 علاوه 4 میشه 11. این نسبت میشه، میگن نسبت 4 به 7، نسبت 2 به 3.5. دیگه بستگی داره که چقدر ماده بخوام استفاده کنیم. متوجه شدی؟ اگه متوجه شدی یه بله بنویس. خیلی خوب. خب چی نوشته؟ من نتونستم آخری. بله ممنون. آها خواهش میکنم. خب بذارم مثلا بعدی ببینیم چیه. من پا راستی اون بالا اون اکثر رو میبینید؟ اون بالا CUSO4، CUSO4 میشناسیدش؟ ای گفتید اون کیه؟ امسال هم خوندید، پارسال هم خوندید CUSO4. بذار بنویسمش. این مولکولشه، ساختار مولکولیش کشیده، ساختار اتمیش به اصطلاح مولکولی بگیم بهتره. با فرینکات کبوده این بچه، این سولفات مس یا مس سولفات، سولفات مس اسم فارسیش کات کبود. این همون ماده آبی رنگ است. آفرین، خواهم نامبر. این ماده آبی رنگه که مثل سولفاته، پارسال چند تا ظرف کشیده بود براتون، میگو آقا یه مقدار از اینا رو میریزیم تو، یکی یه گرم میریزیم تو یکی 5 گرم، بعد این کم رنگه این پر رنگه. چرا؟ گفتیم خب حل شوندهش بیشتره، غلظتش بیشتر شده، پر رنگتر شده. اینو پارسال خوندید. امسال کجا خوندید؟ توی واکنش های فلزات. بچه آزمایشش رو میتونید توی لینکی که بچه براتون فرستادن ببینید، آزمایش های باشگاه کیمیایی که با فلزات واکنش هاشون با هم فرق میکنه. منیزیم روی آهن، این ستا رو ریخت توی سولفات مس که کدوم سریع تر واکنش میداد. منیزیم ریختیم واکنش داد، گاز تولید کرد. روی ریختیم قرمز شد روی. آهن ریختیم یکم طول کشید تا قرمز شد. گفتیم آقا واکنش پذیری منیزیم از روی بیشتره، روی هم از آهن بیشتره. این اون آزمایشه بود. اگه خواستید ببینید توی یوتیوب، نمیدونم یوتیوب، تو آپارات ببینید. به درد میخوره چون تو کتابتون هم هست. بیگی گفتن هیدروکربن‌ها جلسه بعد میگین، چون من خیلی سوال دارم. آخ آخ خانم بیگی، حتما میگم. فقط سوالایی که میپرسی یه جوری بپرس من بلد باشم. اون ماده‌ای که گفتی هنوز اسمش هم یادم نیست، اوکتانش فقط یادمه. اوکتان که میدونی یعنی 8. اونو اوکتانش رو بلد بودم، بقیه‌اش رو بلد نبودم. باشه چش. انشاءالله جلسه بعد شروع می‌کنیم. بریم جلوتر، پس این جلسه تمومش کنیم. اینم یه ترکیب دیگه است. بچا کائن او 3. اینو گفتم براتون، نگفتم؟ NO3 منفی. آه هاشن او 3 رو گفتم، اسیدش رو گفتم. حالا به جای اینکه هاش بچسبه بشه اسید، یه فلز از گروه 1 میاد کا میچسبه. کا پتاسیمه. NO3 هم که نیتراته، میشه پتاسیم نیترات. مثبت پتاسیم یه دونه است، NO3 هم که منفی بود، ترکیبش هم اون شکلی که میبینید. بعد بعدی اینم که NH4 چهاره، همون آمونیوم است که استثنا بود. بعدی حالا NH4 چهار چرا مثبته؟ بچه N عدد اتمیش 7 بود، یعنی 2.5.
ظرفیت چنده؟ منفی 3. پس چند تا هیدروژن میخواد؟ 3 تا. یعنی انهای 3 پایدار شد. الان انهای 3 پایداره. بهش میگیم آمونیاک. درسته؟ پایداره. گازه. حالا این آمونیاک اگه بریزی توی آب، یعنی تو آب حلش کنی، آمونیوم میشه. NH4OH میشه. چجوری هیدروژن اومد اینجا؟ اینکه سه تا بیشتر جا نداشت. اگه هیدروژن خودشو به زور بیاره اینجا، ببین چه اتفاقی میفته. الان NH3 خنثاست. چون سه تا مثبت با یه منفی 3 خنثا شدن، پایدار شدن. حالا اگر به زور ما به این هیدروژن بچسبونیم، یعنی یه هیدروژن بچسبه به این، چی میشه؟ هیدروژن بارش چیه؟ مثبته. این که خنثا بود، پس الان هیدروژن اضافه است با بار مثبت. یعنی NH4 که به وجود میاره بار مثبت داره به خاطر هیدروژن اضافهش، برای همین بارش مثبت شده. که گفتیم استثناء هست. آمونیاکو تو آب میریزن میشه آمونیوم. توی چی اسمش آزمایشگاه ها ما گاز آمونیاک نمیتونیم نگه داریم، ولی آمونیوم نگه میداریم. یعنی مایع رو باز که میکنیم، بو میکنیم، آمونیاکش میاد بیرون. یعنی آمونیاک از آب جدا میشه، از H2O جدا میشه، تبخیر میشه. بعد برای اینکه چی اسمش آزمایشگاه آلوده نشه، چون آمونیاک میگن سمیه، خوب نیست زیاد تنفس کنیم، برای رشد مو خوب نیست، بچه اوره ادرار اگر بمونه تجزیه بشه آمونیاک میده. یعنی تو بعضی از این توالت‌های مخصوصاً توی جاده‌ها یا توی جایی که زیاد استفاده میشه دیگه، خوب شسته نمیشه، خوب به اصطلاح تخلیه نمیشه، وقتی میدونی اونجا بوی بدی میاد میخوره مشامتون، اون آمونیاک. بعد کسانی که قدیما زیاد تو توالت میشستن کچل میشدن، میگفتن این آمونیاکشون میگفته ریشه موهاشون رو اذیت میکرده، ضعیف میکرده. من نگاه نکنم، من ژنتیکیه، من باز حرف زد. کچلی من به خاطر توالت نیست. خب بعد چی داشتم میگفتم؟ نمیدونم چی داشتم، یه چی داشتم میگفتم یادم رفت. خب بریم جلوتر. آی این آلیوم فسفات هم که قبلا خودتون گفتید ترکیبشه. بعدی فرمول شیمیا یونانی. آها خب آها اینا رو شما بگید ببینم. دونه دونه بنویسید. اینا که مربع کشیدم، یه مربع گذاشتم اونجا، جای خالیه که شما باید پرش کنید. پر کنید ببینم. کلرات رو باید نیترات رو باید پر کنی، هیدروژن کربنات رو باید پر کنی، پرمنگنات رو که بلدید، هیدروکسید هم که بلدید، سه تاشو بلدید، دو تاش هم روش فکر کنید. دو دقیقه هم وقت میدم بهتون، زیاده یک دقیقه. بچه میگم وقت تمومه، پس این اسلاید رو تمومش کنی. بچه چه خوب، اگه اسلاید آخر باشه خیلی عالی. من نمیدونم، یادم نیست. خب بزن ببینم چی میاد. خب این برم تازه تمرین دیگه است. بعدی رو بزن. تمام. پس بچه این تمرین تو خونتون، چون اسلاید آخرم از تمرین تو خونه انجام بدید، چون وقتم تموم شده. خستم نباشین، جلسات فصل است. آن بچه راستی، شما حتما یه پیشخوانی هایی دارید انجام بدید. پیشخوانی چیه؟ دو چیزه. یک، کتاب مبتکرانی که دارید درسنامه‌شو میخونید. تستا رو حتما بزنید تا اونجایی که میتونید. نکته دوم، یه سری فیلم تو آپارات تدریسای سالهای گذشته است. سال گذشته در است. مثلا ما جلسه بعد میخواییم فصل 3 رو شروع کنیم. شما به تدریس فصل 3 پارسال رو ببینید. یه نکاتی رو از اون تدریس من ازتون جلسات میپرسم، بلد باشین به نفعتونه، که اگه بلد نباشین مجبوریم شیرینی براتون بخریم. نه شما شیرینی بر من بخرید.
اگه بلد نباشی باید شیرینی بیارید. خب پس ایشالله یک این تمرین جواب بدید، دو فیلم فصل 3 رو تو آپارات ببینید و سه جلسه بعد فصل 3 رو شروع میکنید. ما هم مبتکران یادتون دارم لینکش رو براتون میفرستیم، ولی شما کتاب مبتکران و کتاب علومتون هم حتما بخونید. خسته نباشین، خداحافظ.